دولت عراق امروز با صدور بیانیه‌ای ضمن لغو مجوز پرواز هواپیماهای ویژه در آسمان آن کشور اعلام کرد ظرف یک هفته نتایج تحقیقات درباره انفجار روز دوشنبه در یک انبار تسلیحاتی در بغداد را منتشر می‌کند. این بیانیه در واکنش به گزارش‌ها و اظهار نظر برخی مقامات پیشین دولت عراق در خصوص حمله هوایی اسرائیل به انبار تسلیحاتی مشترک هشت شبی و سپاه پاسداران است. برای بررسی بیشتر این خبر علی جوانمردی از اربیل کردستان عراق همراه ماست. علی، درباره بیانیه دولت عراق توضیح بده و اینکه منظور از لغو مجوز پرواز هواپیماهای ویژه چیه؟ افشار، ساعتی پیش دولت عراق بیانیه رسمی منتشر کرد بعد از اینکه تعدادی از مقامات به جز نخست وزیر تایید کردند که دوشنبه گذشته پایگاه اصغر در جنوب بغداد هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته و اونجا هم انبار تسلیحات سپاه پاسداران بوده. دولت عراق در بیانیه‌اش گفته که تحقیقات درباره این انفجار ظرف یک هفته به طور کامل منتشر میشه، به همه آسیب دیدگان دولت غرامت می‌پردازه، چون یک نفر کشته 29 نفر زخمی شدن. دولت همه انبارهای سلاح وزارت دفاع و وزارت کشور رو به خارج شهر منتقل میکنه و هر انبار سلاحی هم که خارج از قانون احداث بشه طبق قانون با اون برخورد خواهد شد. هر هواپیمایی بدون اطلاع وارد حریم هوایی عراق بشه سامانه ضد هوایی عراق اون رو هدف قرار میده و دولت عراق مهلت پرواز هواپیماهای ویژه رو متوقف کرده است. این بندش، مهلت پرواز هواپیماهای ویژه، عراق در چارچوب یک پیمان استراتژیک با آمریکا در سال 2011 در شرایط خاصی که در پیمان تعریف شده اجازه میده که برخی هواپیماهای جنگی وابسته به ائتلاف به رهبری آمریکا وارد حریم هوایی عراق بشن. توضیح بیشتری در این زمینه داده نشد، ولی این مربوط به پیمان استراتژیک که بین واشنگتن و بغداد هست. جدا از این، امروز محمد رضا الهیدر رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق هم تایید کرد که انفجار اصغر به دلیل بمباران هوایی هواپیماهای اسرائیلی بوده و به زودی لایحه‌ای رو در پارلمان منتشر می‌کنند و به تصویب خواهند رسوند که طبق اون پرواز هواپیماهای جنگی خارجی بر فراز آسمان عراق محدود خواهد شد. ممنون علی جوانمردی با گزارش از آخرین تحولات مرتبط با عراق.